با سلام و درود، پدرامیتو هستم با یکی دیگر از جلسات آموزشی آواز و سولفژ در خدمت شما. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم ساعت 3:40 صبح، فازش اومد گفتم یه ویدیو بگیرم براتون. اولا که باید تشکر کنم، دمتون گرم، واقعا شما انسان های شریفی هستید که بنده رو سابسکرایب میکنید، ما رو لایک میکنید، ویدیو منو با این زنگوله اون جنگلی منگولیه رو به صدا در میارید. خیلی تشکر میکنم، خیلی سپاسگزارم، خیلی انسان های شریفی هستید، منت به سر من گذاشتید، تشکر دار. این جلسه میخوام چهچه زدن ایرانی رو با هم دیگه کار کنیم. خیلی باحاله چهچه. کاری که تو چهچه ایرانی ما میکنیم همون کاریه که موقع خندیدن انجام میدیم. به همین مسخرگی که میبینید با ها بگید و سعی کنید نوتتون پایین بشه. حالا فرقش با خندیدن چیه؟ همین توی خندیدن ما هنجره رو، مایچه های هنجره رو به طور 100% منقبض میکنیم و راه هوا رو میبندیم. حالا این 100% رو، 100% انقباض رو ما باید به 10% فرو بکاهیم. آره دیگه، درست گفتم، فرو کاهیدن، درسته دیگه. نمیدونم، حالا شاید هم اشتباس، منظور کم کنیم، یعنی 100% منقبض نکنیم. ها 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 بشه ولی میگیم نمیتونم خیلی بالا بخونم، اونور خوابیدم. برای ابتدا بین دو نوت بازی کنیم بهتره. میبینید شدتش الان زیاد میکنم، به خنده نزدیکش میکنم. میبینید الان خندش کردم، فشار زیاد. وقتی که فشار زیاد میکنید یعنی اون 100% انقباض ایجاد میشه، میشه خنده. انقباضو که کمتر بکنید، یعنی به طور 100% کیپش نکنید، یه چوسه کیپش کنید، میشه چهچهی آواز. حالا چهچهی چند مدل داریم. یه دونه هست که این اکتاو بالا، یعنی الان نمیتونم اجراش بکنم که بعد سختم هست، پله پله دیگه، نمیتونیم یهو 5 تا پله پامونو واکنیم، اگه باسن پاره نشه 100% خشتک پاره میشه. بنابراین برای جلوگیری از پارگی ما پله پله میریم بالا، قدم به قدم، گاماس به گاماس به قول ترکان. بعد چی شد؟ همینو با ها بگید. بعد ها و ها و ه خیلی خوبه، هی خیلی سخته، لامصب، هی 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 رو فعلا کار نداشته باشید، فعلا ها ه هی پیتونی بگید دل، قرار شد بین دوتا نوت بشه. میبینی فاصله کروماتیکه. اوکی، بعد دیگه چی میخواستم بهتون بگم؟ آخر شب مخواب کار نبکنم. آها، این متدی که من دارم میگم راجع به چهچهه، نه جایی خوندم، نه کسی به من گفته، هیچ استادی به من نگفته، جایی هم ندیدم، متد پدرامیتویه در واقع، من درآوردیه. بنابراین درست و غلطشو نمیدونم، کسایی که استاد این داستانم، من خودم اصلا سنتی خون نمیدونم، ولی خب با تحقیق و تفحص و گوش دادن و دقت کردن و آنالیز کردن و
شکافتن این داستان، تار و پودش رو شکافتن، رسیدم به این. یعنی این چیزی که الان دارم خودم میزنم و با این روش یاد گرفتم. فکر کردم میگفتم آقا این چهچه نزدیک به چیه، دیدم نزدیک به خنده است. همون خنده رو کردم. یا فالش بود. یا و کم نوت اکتاوم بعدم بهتون میگم چطور اکتاو بزن که چهچهه بشه. یه تمرینم داره اینجوری ها، نمیشه نصف شبه. ولش کن، دمتون گرم، کارتون خیلی درسته. مرسی که منو سابسکرایب میکنید، مرسی که هستید. به خدا شما اگه نباشید من این ویدیو رو درست نمیکنم. یعنی شمایید دارید منو هول میدید. دوستان میان توی دایرکت، میان اون زیر کامنت مینویسن، بعد میبینم شما انقدر با عشقید، انقدر دمتون گرمه، کامنت میذارید، لایک میکنید، منو سابسکرایب میکنید. اولا که به من استاد نگید، به خدا من استاد نیستم، من هنرجوام. من هنرجوییم که دانشمو دارم به اشتراک میذارم. پس لطفا به من استاد نگید، بگید پدرامی تو. اگه خاطر منو میخواین، اگه خاطر من عزیزین، باز نگید استاد پدرامی تو. بگو پدرامی تو، بگو پدرامی تو این تکنیک چیه، پدرامی تو میتونی راجع به این موضوع صحبت کنی. ما رفیق ما هم دیگه، اصلا استاد شاگردی این داستانا نیستش که، از هم دیگه چیز یاد میگیریم. من یه شعاری دارم، میگم هیچ انسانی نه دوست منه و نه هیچ انسانی دشمن من، تمام انسان ها معلم منن. حالا من معلم تو هم، تو معلم منی، من از اون یاد میگیرم، تو از اون یاد میگیری، این به اون یاد میده. ببین بزن یه چیز بهتون نشون بدم. ببین اونجا یه گربه خوابیده، اونجا این گربه یه چیزی به من یاد داد. این گربه الان حالشو ندارم تعریف کنم، ولی کلا میخوام بهتون بگم که آدم میتونه از درخت یاد بگیره، میتونه از گربه یاد بگیره، میتونه از بدترین آدم چیز یاد بگیره. کلن موقعی که پیام یه حرف داداشم یه چیز خوب بهم یاد داد، گفت وقتی که آدما میشینن برات حرف میزنن، بدترین آدم یا بهترین آدم اصلا کار نداریم. یه ور ذهن تو سطل آشغال بذار، یه ور ذهن تو گاف صندوق بذار. حرفایی رو که طرف زد اگه دیدی با منطق، احساس، قلبت جور در اومد، بکنش تو گاف صندوق، نگرش دار. اگه دیدی نداره، چرت پرت میگه، زرت پرت میکنه، مثلا یه چیزی که با احساس و قلب و مغز و روانت یکی نیست، برس تو سطل آشغال. ولی گوش بده به همه، گوش بده، حتی به اون آدم بد که نمیخوایم حالا اسم بیاریم، چه میدونم اون آخوندی که حتی به قول من پای منبر داره چرت و پرت میگه، حرف اونم گوش بده، شاید یه چیزی از توش دستگیرت شد که به دردت خورد. خدا رو چه دیدی، البته شک دارم این موضوع رو کنن. منو استاد خطاب نکنید لطفا، پدرامی تو خطاب کنید، منو به دوستاتون معرفی کنید، اشتراک کنید ویدیو رو، سابسکرایب کنید گفتم اونو، لایک کنید اونم که گفتم. دیگه چی میمونده؟ تمرین بکنید اینو، به ویدیوهای قبلی هم سر بزنید. دوستتونم که دارم، گفتم اینو دیگه، اولش گفت وسطاش هم گفتم و کلا گفتم همه چی رو میگم. و آها اینو میخواستم بگم، میخوایم یه دونه چیزم درست کنم، ویدیو با شماها، بیایم توی اینستاگرام لایف بزنیم، شما بیایم بخونید، با هم دیگه اشغال کنیم، ایراداتونو برطرف کنم، ساز بزنیم، گستره صوتیتون رو در بیارم همون لحظه. مثلا شما تو لایف بیاین ببینیم گستره صوتیتون چقدره، کاری که از دست من برمیاد. بعد اگه 1000 تا بشم خیلی خوشحال میشم، به خدا یه کاری کنیم 1000 تا بشه این کانال، خیلی اینقدر خوشحال میشم. دوستتون دارم، خداحافظ.